کریم بنزما در سن 36 سالگی و 302 روزگی در کمال شایستگی و با افتخارات فراوان در سال 2021 و 2022 به توپ طلایی رسید که همه موافق بودند شایسته این جایزه است. به گفته خودش به رویای کودکیش رسید. این توپ طلای خوشگل امشب این گونه به صورت ویژه توسط استبان اوکن اتومبیل ران معروف به سالن مراسم در پاریس رسید و سرانجام هم به صاحبش اهدا شد. بنزما مصاحبه کرد و نکات مهمی که گفت این بود: از همتیمی ها، تیم، آنجلوتی، هواداران و پرس تشکر کرد. توپ طلا رویای کودکیم بوده، با اینکه جایزه فردیه اما در مجموع یک تیم باعث اون میشن. رونالدو، نازاریو و زیدان اسطوره و الگوی منن و این روزا به خاطر من خواهد موند و خیلی بهش افتخار میکنم. نکته جالب دیگه این مراسم اهدای بهترین باشگاه سال به منچستر سیتیه، در حالی که رئال مادرید هم سیتی هم لیورپول رو برد و هم لیگ قهرمانان اروپا و هم لالیگا رو گرفت و بعد از لیورپول در جایگاه سوم این عنوان قرار گرفت. تیبو کورتوا هم برنده جایزه یاشین شد که به بهترین دروازه‌بان سال در سال 2022 اهدا میشه و از میان این رقبا یعنی آلیسون بکر، ادرسون، مایک ماینان، مندی و تیبو کورتوا 5 تا نامزدی بودن که بالاخره تیبو کورتوا این جایزه رو مال خودش کرد. و کریم بنزما در خاص‌ترین مراسم عمرش تیپ توپاکتوری هم زد و این هم حاجی، این هم زن حاجی و این هم بچه حاجی. رابرت لواندوفسکی هم برنده جایزه گرت مولر شد که به بهترین مهاجم سال اهدا میشه که بیشترین گل برای تیم باشگاهی و تیم ملی کشورش رو به ثمر برسونه. لوا هم از این مراسم این جایزه رو دریافت کرد. همچنین سادیو مانه برنده جایزه سوکراتیس یا سقراط شد که برای کارهای خیریه و بشر دوستانه به این فرد اهدا شد و اون هم دست خالی این مراسم رو ترک نکرد. پابلو گاوی، ستاره جوان تیم بارسلونا هم برنده جایزه کوپا یعنی بهترین بازیکن جوان جهان شد و در رده دوم این جایزه هم کاماوینگا، ستاره جوان رئال مادرید قرار گرفت. خانم الکس پوتیاس، ستاره اسپانیایی تیم بانوان بارسلونا هم جایزه بهترین بازیکن زن در سال 2022 رو دریافت کرد و واقعا هم بسیار بازیکن خوب و دوست داشتنیه. در رده بعدی توپ طلا هم در رده دهم ارلینگ هالند، رده نهم رو لوکا مودریچ به خودش اختصاص داد، وینیسیوس جونیور جوان هشتم شد، تیبو کورتوا هفتم، در رده 6 کلیان امباپه قرار گرفت، رده 5 به محمد صلاح رسید، رابرت لواندوفسکی هم چهارم شد و کوین دی بروینه به رده سوم رسید، رده دوم رسید به سادیو مانه و توپ طلا و رده اول هم رسید به کریم بنزما. و پایان غم انگیز سلطه و عصر طلایی مسی و رونالدو. مسی در 30 نفر برتر این لیست نبود و کریستیانو رونالدو هم در رده 20 قرار گرفت. همچنین هری کین رده 21، فنداک رده 16 و رده 11 هم سون هیونگ مینگ قرار گرفتن. همچنین لیست توپ طلا از سال 2003 رو مشاهده می‌کنید که مسی 7 توپ طلا، رونالدو 5 توپ طلا، مودریچ، کاکا و میشه گفت کاننوارو، رونالدینیو، شفچنکو و ندبد هم دیگر اعضای این لیست از سال 2003 هستند. و این هم ترکیب منتخب از بازیکنانی که تا حالا توپ طلا رو کسب نکردند که میشه کاسیاس، کافو، مالدینی، راموس، روبرتو کارلوس، اینیستا، پیرلو، ژاوی، راول، لواندوفسکی و تیری آنری. و کریم بنزما تبدیل شد به پنجمین بازیکن فرانسوی که بعد از زیدان، میشل پلاتینی، پاپین و کوپا میتونه توپ طلا رو به فرانسه ببره. و همچنین کریم بنزما با بردن یوسیل، لالیگا، سوپرکاپ اسپانیا، سوپرکاپ یوفا، لیگ ملت‌ها و عنوان بهترین گلزن لالیگا، بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا، بهترین بازیکن سال یوفا و در نهایت توپ طلا
سال 2021 و 2022 رو به بهترین نحو برای خودش به اتمام میرسونه و تا 3 ماه دیگه که سال نو میلادیه میتونه از این سال فوق‌العاده لذت ببره و به شادی سر کنه. و تبریک به همه رئالی ها بابت این دستاورد جدید برای باشگاه رئال مادرید و ممنونتون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. لطفا اگر دوست داشتید با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و حتما کامنت بذارید و حتما لایک کنید و سابسکرایب اصلا یادتون نره. ممنون از نگاه زیباتون که تا آخر همراه ما بود و ما سعی کردیم تمام این حواشی و جزئیات مراسم رو هم براتون پوشش بدیم. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.